بچه کوچیک شما هر چی پا به زمین بکوبه، گریه بکنه، ناله بزنه، بگی بابا اون تیغ رو بده من میخوام باش بازی کنم، یه بچه کوچیک 2 سال 3 سال یه تیغ تیز شما بهش نمیدی، شاید تو دلش بگه عجب بابای سنگ دلی، من این همه دارم گریه میکنم پا میکوبم به هم نمیده. اما اون کسی که عاقله میفهمه باباش چقدر دوستش داره که بهش نمیده، اگه بهش بده نامهربانه. یه جایی اسباب مهربانی به آدم نمیدن چیزی رو، یا دیر میدن. مرحوم علامه امینی رضوان خدا برش، خب ایشون خیلی تو ولایت اهل بیت، ولایت امیرالمومنین به خصوص خیلی تعصب داشت. مرحوم علامه امینی یه حاجتی داشت، خیلی حرم امیرالمومنین میره، خب نجف زندگی میکرد، التماس میکرد برای اینکه اون حاجتش برآورده بشه، مدت ها میرفت داده نشد. یه مرتبه کنار زری وایساده بود، دید یه عربی از همین قبائل اطراف نجف، حالا روستاهای اطراف نجف، یه بچه تو بغلش فلجه، اومد انداخت کنار زری امیرالمومنین علیه السلام، بی تشریفات، بدون سلام و آداب، گفت یا ابوالقاسم این بچه منو شفا بده. یکی از القاب امیرالمومنین ابوالقاس، یعنی فریادرس، یا ابوالقاس این بچه منو شفا بده. علامه امینی وایساده بود، دیدین خیلی همچین، حالا به تعبیری بی ادبانه، همجوری وارد شد، همجوری بچه رو، این بچه مثل یه تیکه گوشت لمس بدنش افتاده بود. وایساد نگاهش کرد، یه چند لحظه گذشت، انگار یه روح اومد تو بدن این بچه، دست و پاش سفت شد، بلند شد وایساد، 2-3 قدم اولو کج و کله میرفت، چون فلج مادرزاد بود، راه رفتن انگار بلد نبود، بعد یه چند قدم رفت دوید. این باباش از پشت سر رفت بغلش کرد، و مردم هم که به چشم شفا رو دیدن، شفا دادن رو دیدن، ریختن رو سر اینا که تبرکن مثلا بتونن لباس اون بچه رو بکنن. خدام حرم هم اومدن اینا رو نجات دادن، تو بین جمعیت برداشتن بردن. علامه امینی تمام این صحنه رو دید، سرشو گذاشت رو زری، خیلی دلش شکست، گفت یا امیرالمومنین بی خود اومدیم دود چراغ خوردیم و درس خوندیم و شب زد میرفتیم بیابانگرد میشدیم زودتر حاجت ما رو میدادی، این همه اومدم التماس کردم حاجت نگرفتم، این همینجوری بی تشریفات اومد اینجوری گفت زود گرفت و رفت، خیلی دلش شکست. رفت شب خواب دید امیرالمومنین با یه لحن پدرانه‌ای گفت شیخ عبدالحسین تو از خودمونی، ما که بهت نمیدیم دیر میدیم، دوست داریم زیاد بیای در خونه ما، دوست داریم زیاد بیای در خونه ما، تو از خودمونی. دیدی تو این هیئت‌ها اونایی که سر پایی هستن آخر از همه غذا میخورن، شاید غذام گیرشون نیاد ولی گله نمیکنن، چون خودمونی هن، چون خودمونی هستن، شاید آخر از همه هم غذا گیرشون بیاد یا اصلا گیرشون هم نیاد، خودمونی ها رو گاهی موقع دیرتر میدن، خودی ها رو گاهی موقع دیرتر میدن. قهر نکن، گله نکن،